سیگمای آلفا آی یو آی که این یو آی ها چی بود تمرین این خلاصه نوشته یو آی ها چی بودن؟ خب یو آی ها رو گفته بودم چی پایان؟ یه مجموعه مستقل خطی ها؟ یا پایه؟ خب بله پس یو آی ها پایه. وقت خواهیم نشون بدیم که ضرب بسط هر بردار بر حسب بردارای پایه یک تاست. خیلی خب فرض کنید که یکی دیگه میاد که این مساویس با زیگمای بتا آی یو آی. خب این از این کم میکنه میشه زیگمای آلفا آی منهای بتا آی در یو. حالا تعریف استقلال خطی این بود که اگه این مساوی با صفر باشه باید تمام این ذرایب صفر باشه، بنابراین آلفا آی منهای بتا آی مساوی با صفر. این تمرین یک. تمرین دو یه بردار آلفا یک تا آلفا ان داریم بر حسب یه پایه غیر متعامد بسته شدیم. این پایه رو یه جوری انتخاب کردیم، یکیش یک صفر 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 صفر، اینم آلفا یک تا آلفا پنج، پنج تاست، به اضافه بتا دو یک یک صفر صفر صفر، به اضافه بتا سه سه تا یک داره و بتا چهار چهار تا یک داره و بتا پنج پنج تا یک داره، یک 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 یک. خب کافیه که دو طرف مساوی با هم قرار بدیم، آلفا یک مساوی با این بتا یک ضرب در یک، بتا دو ضرب در یک، بتا سه ضرب در یک، بتا چهار ضرب در یک، بتا پنج ضرب در یک، بتا یک به اضافه بتا دو به اضافه بتا سه به اضافه بتا چهار به اضافه بتا پنج. به همین ترتیب آلفا دو میشه بتا دو به اضافه بتا سه به اضافه بتا چهار به اضافه بتا پنج. آخریشو بذارید بنویسم، آلفا پنج مساوی میشه با فقط بتا پنج. خب این دوتا مشابه همین آلفا سه و آلفا چهار، فکر بکنم قاعده هم از 90% 95% زنده حل کرده باشید برای کسی حالش نداشته. خب آلفا بتا پنج رو بر اساس آلفا پنج پیدا کردیم، میذاریم اینجا بتا چهار به دست میاد، میذاریم بتا سه هم تا الاخر. اجازه میدید که بپرم دیگه چون وقتتون بیشتر از این ارزش داره. چیز خاصی نیست. ثابت کنید هر مجموعه از بردارهای متعامد مستقل خطی هستن. پس فرض کنید که یو آی ها متعامد هستن ولی ممکنه کامل نباشن. یعنی یو آی نقطه یو جی مساوی باشه با، فقط گفتیم متعامد، نگفتیم متعامد به هنجار. پس فرض کنید این مثلا هستش یه عددی سی آی در دلتا آی جی. خب این به معنای تکرار اندیس و معنای جمع روی اندیس نیست، همچه گفتیم تکرار اندیس، چون اینجا اندیس آی جی آزاده میبرم آزاده، اینجا که دوتا اندیس اومده بذاری یه خط زیرش میکشیم که یادمون باشه اون قرار داده جمع زنی اینجا لحاظ نشه. خب حالا خواهیم بگیم که مستقل خطی هستن. فرض کنیم که مجموعه آلفا آی یو آی مساوی با صفر. درسته؟ ضمناً این سی آی ببینید چی هستش، اگه آی و جی مساوی باشن سی آی هستش یو آی به توان دو که یه عدد مثبت. مساوی با صفر فقط وقت باشه، پس اگه
این اصلا مساوی با صفرش رو باید بذارم کنار. فقط بردار صفره که نرمش مساوی با صفره، اندازه صفره. هر بردار دیگه ای، هر بردار غیر صفری، طولش مخالف صفر. خب اینو داشته باشیم. حالا فرض میکنیم این صفره، میخوایم ثابت کنیم همه آلفا آیا صفره. طرفین رو در یه دونه یو جی ضرب میکنیم، این الان یه بردار دیگه میشه زیگمای آلفا آی یو جی نقطه یو آی مساوی با صفر، این جنبی آی. حالا اینو به جاش قرار میدیم میشه زیگمای آلفا آی، این عبارت که هستش سی آی که یه عدد مثبت هست در دلتا آی جی. حالا اینجا جمع روی آی صورت میگیره، آی از یک تا. خب این دلتا آی جی این مساوی صفر. واضح اگه یه برداری صفر باشه در یه بردار دیگه ضرب داخلی بکنم بازم صفر میشه. اینجا جز خواص ضرب داخلی بود. کدوم خاصیتش بود؟ کدوم خاصیت ضرب داخلی میگه که ضرب با ضرب دو تا بردار، ضربه یه بردار صفر در این بردار دلخواه میشه صفر. یادتون باشه آبی کسینوس تتا نمیگیم هر ضربه داخلی دلخواه. یه ضرب فکر کنید بریم من بگه وسط این مطلب فکر کنیم این کدومش. خب این میشه جمع روی آی که ببندن میشه سی جی در آلفا جی مساوی با صفر. سی جی عدد مثبته، نمیتونه صفر باشه، پس آلفا جی صفر. همونی که میخوایم بذاری هر، یعنی همه این ضریبا صفر. ببین یه همچه ترکیبی مساوی با صفر گذاشته در یکی از یو جی ضرب میکنه، به نوبت یکی یکی در این دیو ضرب میکنه. خب یه همچه چیزی میشه. حالا جمع روی آی میبندم، فقط آی مساوی با جی باقی میمونه، این میشه سی جی آلفا جی. حالا چون سی جی گفتیم اولش یه عدد مثبته، این نمیتونه صفر بشه. خب سوالی که این وسط مطرح شد چی بود؟ گفتیم که فرض کنه یه بردار صفر داشته باشیم، صفر ضرب داخلی در یه بردار وی میشه صفر، عدد صفر. چرا؟ تو اون خاصیته که من ننوشته بودم میشه چی؟ نه ببینید بله گفتیم ضرب داخلی در جمع برداری توزیع میشه. مثلا فرض کن این یو به اضافه دبل یو مساوی میشه با چی؟ وی دات یو به اضافه وی دات دبل یو. حالا دبل یو رو بگیرید منهای یو، دبلیو رو بگیریم منهای یو، این میشه بردار صفر، میشه وی ضرب داخلی در بردار صفر مساوی با اینم وی دات یو، اینم منهای وی دات یو. خب این که صفر. دقت میکنیم؟ ببینید حالا خیلی نمیخوایم ریاضی دونی فکر کنیم، ولی تو ریاضی اگه یه سری خواص برای یک عملی نوشتیم هر چی دیگه رو باید اثبات کنیم که درسته. این اینقدر واضحه که آدم فکر نمیکنه که بدیهی نیست واسه اثبات کردن، ولی خب یه بار اثبات برای همیشه بس. خب سوال چهار رو کدوم تخت تنظیم کرده این دو تا؟ حالا اگه صدا برداریش خوب باشه دیگه میشه عقب تر. نامساوی کوشی شوارتز را اثبات کنید. اما میگه معمول معروفه به نامساوی شوارتز. چی بود نامساوی شوارتز؟ با چنه آو بی نوشته بودم که جزوه آو بی. میخوایم بگیم آ دات بی به توان دو کوچکتر یا مساوی آ دو ضرب بی. خب راه نمایی هم کرده بودیم.
راهنمایی چی بود؟ ما که گفتیم بیایید آی منهای آلفا بی رو بگیرید به توان دو برسونید. خب این بزرگتر یا مساوی صفر؟ بعد وقت آلفا رو میتونیم هر چی دوست داریم انتخاب کنیم. هر عددی دارم. این رو به قوه دو برسونم میشه آ دو. یعنی در واقع این به قوه دوش یعنی این ضرب داخلی در خودش بکنم. این در این میشه آ دو. بعد عرض شود که این در این و این در این میشه منهای دو تا آلفا آ دات بی. و این دو تا هم ضرب در هم میشه آلفا دو بی دو. بزرگتر یا مساوی صفر؟ خب حالا آلفا رو یه چیزی انتخاب کنم که اون نامساوی رو بده. چی انتخاب کنم به نظر شما؟ آلفا رو انتخاب میکنم آ نقطه بی بگه دیگه بچه شما حل نکرد اقسم بر بی دو. خب بله یعنی از نامساوی استفاده کنیم از خود نامساوی کار شد یعنی کار کنه که این عبارت بشه این منهی ها؟ یادتون باشه رقیب وقت نگم که پیدا میکنه یه جور حدس میزنه یعنی تو فیزیک اصلا همه کار ما حدس زدنه خیلی خیلی حدس زدن کار بدی نی یعنی خب اومدید گفتید که این عبارت رو چنان انتخاب میکنید که بشه مثلا این منهی ها؟ اینطوری کردین دیگه اشکال نداره کار درست کرد کار درست چی کار کنیم؟ خب دو تا چیز کنید حالا آخه چیز دیگه یه پارامترتون زیاده نه ببین از قراره که این آ و بی هر دو تا بردار دلخواه باشن بردار فضای سبودی که نیستن اگه اونجوری بود که میدونستین نه میخوام بر هر ضرب داخلی دلخواه در هر فضای برداری دلخواه میخوام اینو اثبات کنم حالا مثالش هم براتون نیست خب نگاه کنید حالا همینه که میگید درسته یعنی یک دوستانه میزنه که چجوره که این نگاه کنید به این شکل بگیرید یک قسم بر بی دو میشه و تقسیم رو که در بی دو ضرب کنه قشنگ همون عبارت به دست فقط منها و مثبتشم نه همینطور فکر کنم جواب میده خب این میشه آ دو منهای آلفا میشه منهای دو تا آ دات بی به توان دو تقسیم بر بی دو بعد این یکی هم میشه آلفا به توان دو میشه آ دات بی به توان دو در اندازه بی دو تقسیم بر بی دو به توان دو این بزرگتر یا مساوی صفره این با یکی توانه این میره این دوتا هم از هم کم میکنه میشه یکی میشه آ دو منهای آ دات بی به توان دو تقسیم بر بی دو بله بزرگتر یا مساوی صفر ببرید اون طرف میشه آ دو بزرگتر یا مساوی آ دات بی به توان دو تقسیم بر بی دو بعد دیگه میرسه به آ دات بی به توان دو کوچکتر یا مساوی
آدمیه زرد دیگه. ببینید خواسته این نامساوی اینی که برای هر ضرب داخلی در هر فضای برداری دلخواه کار. بذار مثالش رو بگم بفهم. دقیقاً اصلا می‌خوام بگیم که کوسینوس نه اصلا ببینید مسیرش رو نگیرید. میخوام از این را زاویه بین دو تا بردار تو دو تا فضای دلخواه تعریف کنیم. تعریفم وقتی درسته که این نامساوی برقرار بشه بتونیم به این نسبت به نسبت آبی به توان دو تقسیم بر آدو بی دو به این بگیم کوسینوس زاویه. بنابراین اگر اونا کجا میدونیم یادون باشه تعریف ضرب داخلی آ بی کوسینوس تتا نیست برای همه حالت ها. این فقط یه مثاله. ولی خب میتونیم همین ایده رو استفاده کنیم تو هر فضایی که ضرب داخلی تعریف شده بیان زاویه بین دو تا بردار رو تعریف کنیم. ببینید فرض کنید مثلا فضای برداریتون از توابع fx برای x در بازه a و b. حالا من دو تا تابع به شما میدم، یه fx یه gx. زاویه این دو تا چیه؟ حالا دو نقل اندازه گیری بکنه؟ نه. ولی میشه اومد گفت که f dot g این بنابرای تعریف هستش انتگرال fx gx dx از a تا b. و احنا مساوی شوارس میگه که این کمیت کوچکتر یا مساوی است با انتگرال f x به توان 2 d x. البته این به قوه 2 ش ضرب در انتگرال g x به توان 2 d x همه اینا از a تا b. بنابراین زاویه بین این دو تا رو اینجوری تعریف می‌کنیم، میگیم کوسینوس تتا تتای اف و جی مساوی با انتگرال اف ایکس جی ایکس دی ایکس از آ تا بی تقسیم بر رادیکال انتگرال اف ایکس به توان دو دی ایکس در انتگرال جی ایکس به توان دو دی ایکس. اوکی؟ درست؟ پس یادتون نره برای چی اصلا نامساوی شوارتز رو مطرح کردیم. برای اینکه بشه مفهوم زاویه رو تعمیم داد از مثال فضای دو بعدی سه بعدی بتونیم به فضای دلخواه تعمیم بدیم. البته تو این درس خیلی به کارمون نمیاد مفهوم عمود بودن. چرا؟ این حالت چه برخورد داریم ولی توی درس مکانیک کوانتومی یه مقدار این چیزا بیشتر به کار خواهد آمد. خب قضیه چیز اتحاد جاکوبی رو بخواییم برای ضرب خارجی تعریف کنیم. بذارید من فقط توضیح بدم. خب این باید صفر بشه، یکی یکی بکر بزنید با هم جمع کنید هست بشه، جسی هست توش گیر کرده بشه. حالا خب اینه این سری خورده چیز هم هستش دیگه، امید بخشه، یعنی راستین روحی هم بگیرید. این که حالا تمرین هایی از اول مثلا سری اول چند تا تمرین نفسگیر دادم بذاره و روحیت نزنید. خب پس این هیچ تمرین بعدی هم بازم اونم آسونه، من بذارید حل نمی کنم، فقط توضیح بدم. هم توضیحش گفتم ولی بذارید دوباره که فرض کنه سی هستش آزر دربی. خب سی به توان دو
میشه سی یک دو اضافه سی دو دو اضافه سی سه دو. سی یک بود آ دو بی سه، نه آ دو بی سه منهای آ سه بی دو به توان دو، او یکی هم سی دو هم بود آ سه بی یک منهای آ یک بی سه به توان دو، او یکی هم به همین ترتیب. خب یه کار جبریه، اینا رو به قوه دو برسونید، بعد مقایسه بکنید با این عبارت، میتونید نشون بدید که حاصلش میشود هر شود که آ یک دو به اضافه آ دو دو به اضافه آ سه دو در بی یک دو به اضافه بی دو دو به اضافه بی سه دو منهای آ یک بی یک به اضافه آ دو بی دو به اضافه آ سه بی سه به توان دو. بله اینو میتونید به توان برسونید عبارتشو، اینا رو هم در هم ضرب کنید مقایسه کنید با هم دیگه مشابه هم میشه، بنابراین مساویه. حالا یه ذره یه دو خط کار داره، اما فقط هم به توان رسوندن و فاکتورگیری و این کارهای معمول. بدون خجالت، مشکلی بود توی مسئله نه؟ احتیاجی کافیه دیگه چیز اینا رو به قوه دو برسونید، اینا رو در هم ضرب کنید و مشاهده کنید که با هم مساویه. بعد نتیجه گیریش رو توی درس دیگه گفتم آرتون. مسئله 8، خب فرض کنید آ یه بردار دلخواه باشه و ای هم یک بردار یکه در یک جهت معین، نشان دهید یعنی ثابت کنید آ هستش ای، آ دات ای به اضافه ای زرد آ زرد. این از این که شروع کنید و بک کپ بزنید چی میشه؟ بک کپ که بزنید بک کپ این بود آ زرد بی زرد دستی، درسته؟ اولیش میشه آ ای دات ای منهای ای آ دات ای. خب تموم شد دیگه، اینو بیارید این طرف میشه ای زرد در آ زرد در ای به اضافه ای آ دات ای مساوی با اینه که یکه. اما گفته اهمیت هندسی این عبارت چی هست؟ این معنیش چی هستش؟ ببینید فرض کنید که این بردار یکه ای باشه و اینم یه بردار دلخواه آ. مسئله کارآمدی هست و خیلی به دردمون میخوره توی محاسباتمون. میخوایم بدونیم که اون بخشی از آ که در امتداد ای هست چیه، بخشی که عموده بر ای هست چیه. باید در سه بعد هم داریم این کار میکنیم و نه توی صفحه. این قسمتش قسمت در امتداد ایه. حالا این کلام کارش هم تونیزه. این قسمتش خب واضحه که عموده بریه. شما هر برداری داشته باشید و یه امتداد، این یه بردار دلخواه، این هم یه امتداد. این بردار یه مؤلفش موازی با این امتداده، یعنی این امتداده یکیش هم عموده. منطقه عمودش نگاه کنید تو صفحه بر در این تو صفحه عموده بر این امتداد ممکنه هرچی باشه، ولی این عبارت دقیقا هرچی که باشه بهمون میده. خیلی اتحاد کارآمدی است و میتونه جان این تصویر آرویه، این هم بقیهش. بله مثلا فرض کنید این جهت ای باشه، این بردار آ. خب تصویر آ در این امتداد اینه، ما بقیش میشه. حالا اگه آ اینجوری بود ما بقیش، اگه آ اینطوری بود ما بقیش به سر در این مورد تجسم.
خب مسئله 9 میگه که شرط لازم و کافی برای اینکه آ و بی و سی سه تا بار داریم، این آ و این بی و اینم مثلا سی، فضایی نگاش کنیم این شکل رو. شرط این که اینا در یه صفحه باشن اینه که آ نقطه بی زد در سی مساوی با صفر باشه، اگه اینا در یه صفحه باشن. خب اگه در یه صفحه باشن یعنی آ تو صفحه بی و سی باشه، این عمود بر صفحه میشه و آ برش عمود میشه، صفر میشه، درست شد؟ از این طرف شد. پس شرط لازم کافی میگه یعنی دو طرف باید ثابت کنه، یکی این که اگه توی یه صفحه باشن این حاصل صفر. خب اگه توی یه صفحه باشن بی ضرب در سی عمود بر اون صفحه میشه، چون آ تو اون صفحه است عمود، عمود بر اینه و حاصل ضربشون صفر میشه. حالا بعد فرض کنیم که این صفر باشه، ببینید این عبارت من میتونستم به شکل آ نقطه بی ضرب در سی رو میتونستم به شکل اینجوری بنویسم، آ یک آ دو آ سه بی یک بی دو بی سه و سی یک سی دو سی سه. خب اگه این صفر باشه، فرض کنیم که صفره، این فرض یعنی این دترمینان صفره. چه وقت دترمینان یه باتس سه در سه صفره؟ وقتی یه سطر ترکیب خطی از اون دو سطر باشه. پس این میشه مثلا سطر اول ترکیب خطی از دو سطر بعدی است. خب این یعنی این که بردار آ ترکیبی از آ ترکیبی از بی و سیه، یعنی بردار آ ترکیبی از بی و سی است. خب ترکیب از بی و سیه یعنی تو صفحه بی و سیه، از بی و سی یه صفحه درست میشه، کلیه بردارایی که از ترکیب کردن بی و سی به دست میاریم تو اون صفحه بی و سی قرار میگیره، مؤلفه عمود بر اون صفحه نخواهد داشت. درست شو؟ استدلال دیگه ای کسی به ذهنش نمیرسه؟ همینه استدلالش. خب از اون طرف چی میگی؟ از اون طرف چی که گفت؟ یعنی همونی که حالا فرض کنیم این صفر، نه نشد، میگید که فرض کنیم صفر، پس میگید که آ آ بر بی ضرب در سی ام آ درست میشه، آره بر بی ضرب در سی عمود، این درست هندسی هم درست، آ بر بی ضرب در سی عمود است. خب حالا اگر این بی باشه و این مثلا سی باشه، بی ضرب در سی این میشه، هر برداری که عمود، این چیز هندسه فضایی دبیرستان، هر بردار عموده بر این بردار تو صفحه عمود برش قرار داره، یعنی آ تو این صفحه بی است. درست بله، استدلال هندسی. اما اینم چیزه رو ترکیب چی میگم؟ تاکید روی بحث استقلال خطی هم باشن. بفرمایید. نه. هندسه مسطح هم هندسه مسطحی و فضایی رو قبول داریم دیگه، فضایی اصلی هندسه رو بتونه خواهد باشیم. این روشی که من خودم گفتم که چیز بود دیگه، جبری بود، این روش جبری بود.
از یه خود الان چیز کارش میخواید بنویسید چیز داره، مثلا همی که میگیم این سطر ترکیب از این دوتا، یعنی آ یک هست مثلا آلفا یک بی یک بزرفه آلفا دو مثلا بتا یک سی یک، به همین ترتیب آ دو هست آلفا یک بی دو بزرفه بتا یک سی دو، همطور الاخر. معنیش این خلاصه برداره آ ترکیب خطی از بی و سی. حالا همطوری زبونی که بگیم بهتر فهمید. یه جبری ثابت کنید که اگر اندازه عامل های بی مساوی با اندازه آب اضافه بی باشه، اون وقت آ بر بی عموده. ببینید اگه این آ باشه و این بی، آی به اضافه بی میشه، اگه متوازی لحظه درست کنم این میشه آیه به اضافه بی، آیه منهای بی هم این میشه، اونی که بی رو باشه هم کنم بشه آ، این میشه آیه منهای بی. این دوتا اندازش مساوی باشه در واقع این متوازی الاضلاع میشه مربع، میشه مستطیل باشه، میشه مستطیل اخبر هم عمود. این به لحاظ هندسی این دوتا مساوی باشن، متوازی الاضلاعی که دوتا قطرش مساوی باشن میشه مستطیل و اینا بر هم بودن. ما تو بذارید جبری تر بگیم به قوله ایشون که دوست دارن جبری تر باشه. خب من میتونم این بردار آمن های بی رو به توان دو برسونم، مساوی قرار بدم با بردار آب اضافه بی به توان دو. دو تا بردر اندازشون مساویه، پس یعنی ضرب داخلی هر کدوم در خودشون که میشه اون بردر به توان دو با هم مساوی میشه. خب حالا این میشه آ دو به اضافه بی دو منهای دو تا آ دات بی، اونم میشه آ دو به اضافه بی دو به اضافه دو تا آ دات بی. اگه این دو تا با هم مساوی باشن یعنی آ دات بی صفره، پس بر هم عمود. خب اما مسئله 11 روش گرام‌اشمیت برای متعامد سازی، این چیز قشنگی، بحث قشنگی است. در واقع تو مسئله خودش حل کرده، چیز زیادی از شما نخواسته، از شما در واقع خواسته که این مسئله رو بخونید و ببینید چی میگی، چی میگه. خیلی فرض کنید سه تا بردار دلخواه یو یک، یو دو و یو سه داریم که مستقل خطی هست، مستقل خطی هست. حالا این سه تا بردار میتونیم تو فضای آرسه بگیریم، میتونیم تو هر فضای دیگری که ضرب داخلی روش باشه، یعنی ممکن است این به اصطلاح این سه تا بردار کامل هم نباشن، سه تا بردار مستقل خط، فقط مستقل خط. فرض کنید که فرض کنید یک ضرب داخلی، وقتی اصلا صحبت از متعامد بودن میشه معنیش اینه که بعد یک ضرب داخلی رو مفضا تعریف شده باشه. فرض کنید یک ضرب داخلی تعریف شده باشه. اول کاری که میکنیم این یو یک رو برمیداریم تقسیم میکنیم بر اندازه یو یک. اندازه یو یک معنی داره دیگه، یعنی اندازه یو یک مساوی با رادیکال یو یک ضرب در یو یک بنابرای تعریف. خب اسم اینو میذاریم ای یک، یه علامت های بردار اینا رو روش نمیذارم چون یه برداره تو هر فضایی هستن لزومن با فلش نشونه بده. خب این یه برداره به طول یکه. میریم سراغ دومی، یو دو رو بر میداریم ضرب داخلی در ای یک میکنیم و یه ای یک هم کنارش میرسیم. این تا اینجا چی میشه؟ تصویر یو دو در امتداد ای یک میشه. حالا اگه بخواید مثلا هندسی مثل فضای سه بعدی در نظر بگیرید،
مثلا فرض کنید اگه این یو یک بوده اینجا یه ای یک درست کردید، حالا اینم اگه یو دو بوده اومدید این یو دو رو تصویر کردید، یو دو زد در ای دو میشه اندازه این عباره یه زد در ای یک، در ای یک که زد میکنید میشه این بردار، یعنی در واقع این بردار، این بردار هستش یو دو نقطه ای یک در ای یک. درست شد؟ پس اون قسمتی از یو دو که روی امتداد یو یک یا همون امتداد ای یک افتاده رو از روش بر میداریم. پس چکار میکنیم؟ میگیم که یو دو یه منهای اینا حساب کن، فرض کنید اسمش باشه یو کلا دو، پس اینجوری شد. بذارید دوباره بکشم، این امتداد یک باشه، اینم ای یک، این یه یو دوی هست، میام میگه نویسم این یو دو هست این مقدار به اضافه این مقدار، این اسمش گذاشتم یو دو کلا، یعنی اون بخش از یو دو که عمود بر ای یک. حالا از اون مسئله هم میتونستیم کمک بگیریم که به شکل چیز بنویسیم، اون مسئله چنده میگم از مسئله 8 هم میتونیم کمک بگیریم، ولی حالا شکل خاصش رو نمیخوام بنویسیم، اسم این باشه یودو کلو. پس الان من یه جهت عمود بر یک پیدا کردم، کافیه ایدو رو اینجوری تعریف کنم، یه خود داره صورت مسئله تمیز نوشته نشده، ایدو رو تعریف میکنم یودو کلو تقسیم بر اندازه یودو کلو، یعنی این بردار رو تقسیم بر اندازش بکنم تا ایدو به دست بیاد. همین رو ادامه میدیم، همین کار ادامه میدیم، منتها قدم بعد بسید دوتا کار بکنیم. یوسه رو برداریم، خب چیه رو از روش بردارم؟ هم تصویرش در امتداد یک رو باید بردارم، هم تصویرش در امتداد دو باید بردارم. تصویرش در امتداد یک میشه یوسه دات یک زد در ای یک، و همچنین تصویرش در امتداد دو میشه یو سه دات ای دو زد در ای دو. حالا شکلش میشه میذاره شلوغ میشه، فرض کنید سومیه یه برداری عموده بر این صفحه بوده، خب تصویر میکنم، تصویرش در امتداد یک رو برمیدارم، تصویرش در امتداد دو رو برمیدارم، هرچی میمونه عمود بر یک و ای دو میشه، اسم اینو میذارم یو سه کلا. میتونید امتحان کنید که این یو سه کلا بر یک و ای دو عموده، بذارید مثلا بر یکیش امتحان کنید، یو سه کلا زرد در ای یک مساوی میشه با چی؟ این میشه یو سه زرد در ای یک، این یکی هم این یه عدد خودش بمونه یو سه دات ای یک، این هم میشه ای یک دات ای یک، این یک میشه. بعدیش هم میشه منهای یو سه دات ای دو زرد داره ای دو دات ای یک که این صفر میشه، پس این یک میشه این صفر، پس هم هست میشه و میشه صفر. خب پس کار درستی کردیم دیگه، از رو بردار سه تصویرش در امتداد یک و در امتداد دو رو برداشتیم. حالا این سه رو چجوری بنویسم؟ یو سه کلا رو تقسیم بر اندازش کنم، به همین ترتیب اگر بردار چهارمی هم باشه همین کار رو میکنیم، تصویرش رو بردار قبلی رو ازش بر میداریم تقسیم بر طولش میکنه میشه بردار همون. به این ترتیب هر دسته بردار مستقل خطی بهم بدن میتونم یه دسته بردار متعامل بسازم. حالا مستقل خطی بودنش تو کجا استفاده کردی؟
احسنت. یا حتی دومی هم ممکن بود صفر بشه. مثلا اگر یو دو مستقل از یو یک نبود، یعنی این دوتا در یه امتداد بودن، وقتی تصویرشو برمیداشین چیزی باقی نمیمون، یعنی یو دو کلامون صفر میشد، چیزی نمیداد. به همین ترتیب اگر مثلا یو سه ترکیب از یو یک و یو دو بود، وقتی دوتا تصویر رو برمیداشین چیزی نمیمون، یعنی یو سه برابر بود با مجموع تصویرش در امتداد یک و یو دو. بسیار. پس این مستقل خطی بودن شما. اگر مستقل خطی نباشن وقت اضافهاش دور ریخته میشه، یعنی مثلا فرض کن 5 تا بردار برداریم مستقل خطی نباشن، ممکن ازشون 4 تا بردار متعامد بسازیم، یکیش هم در واقع ترکیبی از اونای دیگه بوده. خب امیدوارم به همین نظم و ترتیب بتونیم پیش بریم، هم شما به موقع اون تاریخی که تعیین میشه برای تحویل سوالا تحویل بدید، منم سعی کنم حالا یه مقدار اگر پس و پیش شد برنامه من شما میبخشید، ولی سعی میکنم ایشالا با یه نظم و ترتیب خوبی سوالا رو حل کنیم. بریم سراغ درس. یه 5 دقیقه ای تو سوت دستگاریش نکنی بیایی جلوتر. خدا بکیدی آخری مطلبی که گفتم داشته مشتقگیری ها را میگفتیم. حرکت دایره یک نواخت هم مثالش رو بحث کردم خدمتون. بازم میخوایم روی سینماتیک صحبت بکنیم. دیگه نمی نویسم دوباره. گفتیم که در فضای سه بعدی یه ذره با مؤلفه‌های x و y z بردار مکان اگه توصیف بشه، مؤلفه‌های سرعتش میشد x نقطه و y نقطه و z نقطه، مؤلفه‌های شتاب هم میشد x دو نقطه و y دو نقطه و z دو نقطه. حالا باز یه مثال همچنین یه خورده جوندارتر بگیم که چگونه مثلا یه مسیر رو میشه تو فضای حالا این سه بود دو بودیه توی فضای دو بودی توصیف کرد. این مثالی که میخوام میگم اینه، فرض کنید که یه چرخی دارم که رو زمین میغلطه، یه نقطه رو گذاشتیم رو لبه این چرخ، مثلا اینجا یه زرد در زد، میخوام ببینیم این همطور که این چرخ رو زمین میچرخه منحنی که این نقطه رسم میکنه چی هستش؟ در واقع معادله مسیر یه نقطه رو لبه چرخ هم پیدا کنیم. به این منحنی میگیم خم یا منحنی خم چرخزاد یا سیکلوید. خب فرض کنیم که این با سرعت زاویه یه اومگا میچرخه و این نقطه هم رو زمین سر نمیخوره، پس یه قیدی روی حرکت این هست، این بهش میگن قید غلطش. قید غلطش حالا چون بعدها هم خیلی با این کار داریم، بزن همجا تو این مثال بگیم که یعنی چی. نگاه کنید، اگر مرکز این چرخ به اندازه دی ایکس جا به جا بشه، خب نقطه تماس هم به اندازه دی ایکس جا به جا میشه. پس فرض کنید به اندازه دی ایکس، بذار درشتر بنویسم، مرکز چرخ جابجا شده، نقطه تماس هم به اندازه دی ایکس جابجا شده. اول که بخشی از این محیط چرخ میاد میخوابه روی این سطح زمین، اصلا سطح افقی هست. خب فرض این بخشی از محیط چرخ که روی این سطح زمین خوابیده مقابل زاویه دی تتا هست. پس طول این کمان با این طول طی شده، طولی که نقطه تماس رو زمین جا به جا میشه با هم برابره، یعنی دی ایکس مساوی است با آر دی تتا. شما این چرخ هم آر بود.
خب اگه به dt تقسیم کنم طرف این رو میشه dx به dt مساوی با r d تتا به dt. حالا این dx به dt در واقع سرعت انتقال روی زمین هست، یعنی سرعتی است که مرکز چرخ داره با این سرعت v حرکت میکنه. فرض کنیم مثلا ثابت باشه، حالا ممکنه ثابت هم نباشه، حالا فرض کنیم مثلا ثابت باشه، این مساوی میشه با r d تتا به dt، هم میشه استرپ بزنیم اومگا سرعت زاویه ای چرخش یه نقطه رو لبه چرخ. خب پس این تا اینجا بحث غلطشش. خب یه شکل نه تا همین شکل میشه جمع جورش کرد و یه دوباره یه شکل دیگه نکشم. حالا فرض کنید که این چند لحظه بعد اومده اینجا، و این نقطه، حالا زیادی جلو کشیدم، این نقطه مثلا رسیده اینجا، من اگه بخوام بردار مکان این نقطه رو بکشم این کار رو میکنم، یه بردار R1 اجازه بدید معرفی کنم. فرض کنید مبدا مختصات رو اینجا گرفتیم، جایی که در لحظه تی مساوی با صفر نقطه تماس قرار گرفته، یعنی مبدا مختصات اینجا محل تماس چرخ در لحظه تی مساوی با صفر، و این زردرن در لحظه تی مساوی با صفر این بالا. فرض کنید این حالا من میخوام بردار مکان این نقطه رو بکشم، اینو بهش میگم آر. میام بردار مکان مرکز چرخ رو میکشم، یه بردارم از مرکز چرخ رو میکشم، اسم اینو بذارم آر. این تکنیک رو خیلی جا توی توصیف حرکت رو به کار میبریم. پس بردار مکان نقطه رو لبه چرخ یعنی زرده مساوی میشه با آر یک زرده ببخشید اضافه یه آر، یعنی حرفایی که راجع به بردار رو گفتیم خب میخوایم استفاده کنیم. بیا هر دوی این تابعیتی هستن، خب این هم طبیعتاً تابعیتیه و میخوایم پیداش کنیم. خب آر یک تی چی میشه؟ ببینید R1 که میخوام تو به اصطلاح توصیفش کنم کاری به این که این مرکز یه چرخ و اون چرخ میچرخه و اینا ندارم، فقط یه نقطه است داره با سرعت v میره. بنابراین دو تا مؤلفه داره، یه مؤلفه x داره که این میشه xش، یه مؤلفه y داره. مؤلفه xش میشه v ضرب در t، چون با سرعت ثابت v داره میره، مؤلفه xش میشه v ضرب در t. دیگه اینا رو بلدید، میدونید که یعنی همه چی که من از سر نباید دوباره بحث کنم. مؤلفه ایکسش میشه وی ضرب در تی، چون در لحظه تی مساوی با صفر هم صفر هست، ایکسش میشه وی ضرب در تی. این در ای1. مؤلفه وایش چیه؟ آر، آر ضرب در ای2. مؤلفه وایش ثابت. خب حالا آر دوی تی چی میشه؟ ببینید آردهیت اینجوریه که در واقع من میام میشینم روی مرکز چرخ و حرکت این زردره رو رصد میکنم، درست؟ در لحظه تی مساوی با صفر این زردره اینجاست، در لحظه تی مساوی با صفر در یه لحظه دلخواهی اومده اینجا رسیده، این زاویه هم هستش اومگا تی، چون در لحظه تی مساوی با صفر این بالا بوده، حالا بنزی اومگا تی اومده پایین. حالا این برداره، این در واقع هست هم برداره آردو. وقت زاویه از اون بالا در این میسنجیم، بنابراین آردوی تی میشه آر،
مؤلفه ایکسش میشه سینوس اومگا تی آر سینوس اومگا تی یک، و مؤلفه وایش میشه آر کوسینوس اومگا تی ایدو. ببخشید رفتم اون تخته. بذارید حالا این زاویه رو منفرجه نگیرید که بهتر معلوم بشه. مثلا نگاه کنید در یه لحظه اینجا این زاویه اومگا تیه، این ایکسش میشه که میشه سینوس اومگا تی، و این وایش میشه که میشه کوسینوس اومگا تی، برعکس حالتی که مثلا از محور ایکس میگرفتم یا از محور وای گرفتم. تو این لحظه ای که اینجا کشیدم در واقع اومگا تی از 90 درجه بیشتره، کوسینوسش منفی میشه و خب درسته دیگه، یعنی مؤلفه ایگرگش منفی شد، مؤلفه ایکسش هنوز مثبته. همینطور تو هر چهار دور که بزنه دیگه این سینوس کوسینوس خودش درست شد. به علاوه یه آره نه 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 از این نقطه دارید میگیرید، از این نقطه میگیرید. او به علاوه آری که تو ذهن شماست این که اینجا اومده ها. خب این ساعته سود نزد